رادیو همراه، بفرمایید. الو الو، رادیو همراه بفرمایید. الو الو، سلام. سلام، بفرمایید. حالتون خوبه؟ قبل از شروع خواستم به عنوان یکی از دوستدارانتون که 11 سال از اطلاعات شما استفاده میکنم قدردانی و تشکر کنم. لطف دارید که تولدتون هم حد به خودتون و دوستدارانتون تبریک بگم. البته یه خود دیر شده ولی خب نه، من فقط با توجه به این همه خوبی و مهربونی شما یه خبر بد برای خودم دارم. من فقط 10 دقیقه 10 یا 11 دقیقه وقت دارم. ببینید با چی کار میتونید بکنید عزیز. چشم، من سریع میگم خدمتتون. عرضم به خدمتتون که من 50 سالمه و 6 ساله که جدا شدم و 2 تا بچه دارم که یکشون پسرم 27 سالشه و دخترم 19 سالشه. و سال گذشته من با یکی از فامیلا که دخترمون میشه و استرالیا زندگی میکنه صحبتی کردیم که با هم قول و قرار ازدواج بذاریم و من رفتم استرالیا و ایشون هم دیدم و برگشتم و قرار بود که بریم که کرونا وضعیت رو به هم بشون. ایشون چند سالشون؟ ایشون نه صبر کن، ایشون چند سالشونه؟ ایشون 40 و 41 سالشه و دو تا پسر دوقلو داره و یه دختر داره، دختر 18 ساله که یکی از بچه های دوقلو پیش باباش زندگی میکنه. پسرها چند سالشونه؟ حدود 14 سال. و اون وقت اون پدری که باش زندگی میکنه تو همون استرالیا یا یه جای دیگه است؟ بله تو همون استرالیا است، ولی اصلا هیچ مسئولیتی نه بابت بچه ها چیز میکنه نه به قول معروف هیچ کاری نداره. خب آخه یکی از بچه ها رو که برده؟ آره برده، چون اون بچه از کوچیکی نمیدونم عاشق باباش بوده و دوست داشته همیشه باباش باشه. فرزندان شما کجا هستن؟ همین پیشان توی کالیفرنیا لس آنجلس هستن، البته ایرواین هستن. وقت شما تصمیمتون برای احتمالا محل زندگی کجا بوده؟ استرالیا بوده، چون مشکلی که ایشون داشتن نمیتونستن بیان، یعنی نمیخواستن هم بیان آمریکا و من قبول کردم که من میرم آمریکا، من میرم استرالیا. خب شما هیچ وقت اولا یک صبر کنید، اولا شما بچه‌هاتون رو باید اینجا بگذارید تو برید. دو، بچه‌های ایشون تو این سن و سال چگونه شما رو قبول میکنن؟ چون یه مقداری نسبت فامیلی داریم و یه مقدار مثلا من با داییشون یه خورده شباهت چیز داریم، خیلی دوستم داشتن و خیلی به قول معروف با هم خوب بودن. ولی خب مشکل اصلی من الان فکر میکنم که دخترمه، یعنی از یه طرف میخواستم ببینم اصلا کار درستی که من دخترم که الان کالج میره و ساپورتش من ساپورتش میکنم چون مادرش هیچ گونه ساپورتی براش انجام نمیده، تنها بذارمش رو برم، یعنی این مثلا با بعضی ها صحبت میکنم میگن نه اصلا من کاری نه سب کنی من کاری به بعضی ها نه. آخ عزیز من، اصلا کل این ازدواج زیر سواله. یه آدمی رفته اولا پسرم و دخترم هستید، شما 50 سال و 41 سال، 2 تا بچه شما دارید، 2 تا بچه او دارید، میخواید 2 تا قاره مختلف دارید زندگی میکنید، شما میخواید برید اونجا بچه ها را کنید، شما فکر میکنید که اونا شما رو دوست دارن؟ کجا دوست دارن؟ اونا پدر خودشون هم دوست ندارن که شما رو دوست داشته باشن. علاوه بچه ها ممکنه وقتی که شما به عنوان فامیل میرید خوشحالم باشن، واقعا هم دوستون داشت باشن، اما به عنوان بعدم برید پدر اینا بشی، پدر اون پسر 14 ساله بشی که دو قلو هم هست، یه قلش هم با پدرشه، یه دختر 18 ساله اونم تو استرالیا، بعد برید اونجا شما چی کار بکنید؟ کار زندگیتون چی میشه؟ والا از نظر حرفه‌ای که بلد باشم نه، تخصص ندارم، خیلی کم تخصص داریم. آخه قربونت عزیز من، این ازدواج اصلا معنایی نداره، یعنی اصلا به نظر من شما یک کار عجیب و غریبی دارید میکنید. 2 تا قاره، 4 تا بچه، اونم تو سن نوجوانی و جوانی، بعدم با امکانات و مسائل مالی، اونم پسرم و دخترم و که تازه فامیل رو هم میتونه گرفتار کنه و به هم بریزه، اونم حالا تازه ایران بودید یه مسئله ای، شما امریکا ایشون استرالیا، بعد برید اونجا زندگی اقتصادیتون چگونه بگذره؟
نه به نظر من آخه کل ازدواج مسئله است عزیز، اصلا این فکر عجیب و غریبه. حرفتون کاملا متین و صحیح و من خودم از یه طرف قضیه نگران دخترم بودم، چون اون تمام وقت کالج داره و درآمدی هم نداره و من مثلا گفتم یک سال درآمد براش کنار میذارم تا بعد مشغول کار بشه، ولی خب متاسفانه الان میبینم فول تایم گرفته، فقط دو روز تعطیلی داره، اون دو روزم نه خرج کرایه خونش میتشه در بیاد، نه خرج ماشینش، نه خوراکش میشه. این مسئله خیلی منو آزار میداد. اصلا مسئله عشق و ازدواج شما به نظر من عجیب و غریبه قربونه. معمولا به خاطر این رابطه فامیلی یا حالتهای کودکانه بچگی هست که آدم میخواد اونا رو یه جوری به ثمر برسونه، اصلا اونو میشه فهمید و غالب اوقات هم اینقدر از یه جایی وارد سیستم ذهنیتون میشه، ولی شما من بگید میشه یه زندگی عادی یا آرامی داشت بدون مسئله و دردسر؟ در نظر غیر عادی و اضافی من بگم نه، یعنی اصلا من امکان نداره از صد مورد مانند شما حتی یکیشو فکر کنم. یه زندگی آرومی داری، شما میرید اونجا با ایشون زندگی میکنین، اون دوتا بچه هم اونجا هستن، اصلا دختر شما اونجا اصلا موضوع مسئله نباشه ها. اصلا چیزی تو این سن و سال تفاوت ها فاصله ها، بعدم بالا یه زمانی هست که آدم یه پول هنگفتی پشتشه، بنابراین میتونه بره از زندگیش لذت ببره، به هر حال با هم سفر بره، در بره، مسئولیتی به اون صورت نداشته باشه، ولی اینکه شما رو باید برید اونجا درگیر کاری بشی تو بعد دخترتون اینجا امیدتون اینه که درسشو کم کنه برم کار بکنم درس بخونم، که چی بشه که شما میخواید برید زن بگیری؟ اونم شما تو امریکا هستید، همینجا دوربرتون رو نگاه کنید، به هر حال مطمئن هستم به خاطر امکانات و خوبیایی که دارید کسی پیدا میشه. نه دست از سر دخترمو بردارید عزیز، به هر حال دیگه از این سفرها و ددرها نرید، منم این همه راه دور رو به هر حال خوشحال. اصلا به نظر شما باید من ازدواج کنم یا اینکه مثلا نه من خیلی با ازدواجتون راحت نیستم، باید یه فرد خیلی مناسبی باشه برای شما. اگر باوراتون اجازه میده، اگر حالتون میتونید دوستی داشته باشید، ولی هنوز بچه ها به یه جایی نرسیدن که برن دنبال کارشون. دخترتون رو راهی کنید بره دانشگاهش، بره ازدواج کنه، بره بعدن خواستید این کار کنه، ولی ازدواج دیگه اسمش ازدواج یه شرکت سهامیه با مسئولیت بسیار زیاد و نامحدود و امکانات بسیار محدود، از آغازش هم غالبا ورشکست است. بنابراین بیاد ازش بگذارید و فعلا خودتون رو درگیر یه چنین تعهداتی نکنید، کار دست خودتون میرید، ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز. مرسی قربانتون. وقت هست یه سوال کوچیک؟ نه متاسفانه من باید برنامه رو تحویل بدم، ولی با کمال میل در خدمتتون. قربان روحتون. خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. منم زنده باشید. منم همینطور. خدا نگهدار. سعیتون بالاتر همه ما. مرسی عزیز.